سرخط خبرها. اعتراض‌های تازه در ایران، از زاهدان تا تبریز معترضان همچنان علیه حکومت شعار می‌دهند. بالا گرفتن اعتراض‌ها به حمله ماموران به مدارس و بازداشت و کشتن دانش آموزان. شورای صنفی فرهنگیان از مرگ مدیر یک دبیرستان بر اثر فشارهای امنیتی گزارش داد. نشست مجازی 15 وزیر خارجه زن درباره اعتراضات ایران. میزبان کانادایی از همتایانش خواست صدای معترضان را تقویت کنند. و اعتراض بین المللی به اخلال اینترنت در ایران. 34 کشور نقض آزادی آنلاین توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند. سلام بر شما، به این برنامه خبری خوش آمدید. در ادامه اعتراضات سراسری ایران، امروز در زاهدان معترضان بعد از نماز جمعه علیه حکومت شعار دادند. به گفته پلیس نزدیک به 60 نفر از معترضان بازداشت شدند. تصاویری هم از تظاهرات در تبریز و درگیری ماموران با معترضان در این شهر منتشر شده. دیشب هم شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات خیابانی بود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به بازداشت و تهدید دانش آموزان و معلمان خواهان دو روز اعتصاب شده. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه گفته که هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان زندانیان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان هاست. باران عباسی گزارش می‌دهد. اعتراض‌های تازه در زاهدان امروز، سه هفته بعد از جمعه خونین، روزی که درگیری نیروهای حکومتی با معترضان ده ها کشته به جا گذاشت. اعتراضهایی که در پی گزارش ها از تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به دختری نوجوان در چابهار بالا گرفت. در روستایی که بسیاری از نقاط ایران در بیان مخالفت با جمهوری اسلامی یک صدا شده. پنجشنبه 28 اعتراضات مردم اصفهان، دست در دست یک دیگر با فریادهایی همچنان رسا. با گذشت بیش از یک ماه از اعتراضات سراسری، خشم معترضان از رهبر جمهوری اسلامی اینجا در اکباتان، یکی از محله هایی که شاهد بیشترین اعتراض ها بوده. و در دیگر نقاط تهران، 28 مهر گیشا، همزمان افزایش نگرانی ها از گزارش ها درباره بازداشت و درگیری نیروهای امنیتی با دانش آموزان در داخل مدارس، از جمله اینجا در اردبیل، جایی که گزارش ها درباره جان باختن یک نوجوان جنجالی شد. اقداماتی که کانون نویسندگان آنها را محکوم کرده. هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و جرح و قتل کودکان و زندانیان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابان هاست. حاکمیت در این مرحله از سرکوب همچون همیشه با انکار واقعیت، شایعه پراکنی و تحریف افکار عمومی در کار خنثا کردن کوشش تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برای بیان حقیقت است. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراض‌ها از راه سرکوب و بازداشت اما تا کنون بی نتیجه بوده. جلوگیری از برگزاری تجمعات بزرگ اعتراض‌ها را بیشتر به محله‌ها کشانده، مانند اینجا در تبریز. و ابتکارات فردی برای بیان نارضایتی را بیشتر کرده.
از افشاندن موهای طلایی در تاریکی شب‌های اهواز تا نوشتن آنچه می‌خواهند بر دیوار ساختمان‌ها. سرنگونی حکومتی که می‌گویند دهه هاست خواسته هایشان را نادیده گرفته. باران عباسی، بی بی سی. فرین عاصمی اینجا با ماست که تازه ترین ها رو به ما بگه. فرین از خبرهای تازه بگو. جمال، با وجود اینکه اینترنت همچنان مشکل داره و اختلال درش وجود داره، ولی ما ویدیوهایی دریافت کردیم که نشون میده هم امروز هم دیشب اعتراض‌ها ادامه داشته. امروز که از صبح ویدیوهایی داشتیم از زاهدان، نشون میداد که توی گزارش باران هم بود که نشون میداد بعد از نماز جمعه اعتراض‌هایی انجام شده، دستگیری‌هایی هم انجام شده. به گفته احمد طاهری فرمانده نیروی انتظامی سیستان بلوچستان، امروز 57 نفر در این استان بازداشت شدن. ویدیوهایی هم از تبریز به دستمون رسیده، نشون میده که جمعیت زیادی توی خیابون‌ها هستن و معترضان دارن شعار میدن. صدای تیراندازی میشنویم، میبینیم که گاز اشک‌آور شلیک میکنن و حضور نیروهای امنیتی هم زیاد هست. ببینیم یه ویدیو از تبریز با هم. ضمن اینکه خب اعتراض ها در ایران ادامه داره و باز هم ما به گوشه های دیگه از اعتراض ها در ایران برمیگردیم، واکنش ها در سطح بین المللی همچنان هست و باز هم در مورد ایران داره گفته میشه. درسته، من فکر کنم تقریبا روزی نیست که حمایتی صورت نگیره، حمایت بین المللی از معترضان ایرانی. تازه ترینش اینه که 15 تا از وزرای خارجه که هم زن هستند در کشورهای مختلف یک جلسه برگزار کردن در حمایت از زنان ایرانی و جلسه به ابتکار وزیر خارجه کانادا بود، خانم ملانی جولی. او گفته که زنان ایران واضح صحبت میکنن، بیشتر از این تحمل نخواهند کرد که رژیم ایران دیدش رو به زنان تحمیل کنه و ما به عنوان زنان وزیر خارجه وظیفه داریم که صدای اونها رو برسونیم، باهاشون کار بکنیم که از مردم ایران حمایت کنیم. جلسه فکر میکنم تقریبا یه چیز کم نظیری هست که این همه وزیر خارجه زن بخوان حمایت بکنن از معترضان در یک کشوری. ببینیم بخشی از حرفای ملانی جولی وزیر خارجه کانادا رو. جنبش اعتراضی عمدتاً توسط زنان فوق‌العاده شجاع ایران به راه افتاده و ادامه یافته. آنها به ویژه زنان جوان سرکوب و ساختار نابرابر جنسیتی در ایران را به چالش کشیدند. زنان ایران روشن حرف می‌زنند. آنان دیگر دیدگاه رژیم درباره نقش زنان در جامعه و اینکه زنان چگونه باید لباس بپوشند و رفتار کنند را تحمل نمی‌کنند. ما در آنها انسانیت خود را می‌بینیم. ما وظیفه اخلاقی داریم که از آنها پشتیبانی کنیم. به عنوان وزیران خارجه زن مسئولیت داریم که به تقویت صدای زنان در ایران کمک کنیم. ملانی جولی بود، وزیر خارجه کانادا. وزیر خارجه استرالیا هم گفته که رژیم ایران باید بدونه که دنیا داره نگاهش میکنه. واکنش‌ها ادامه داره. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل یک ویدیویی از خودش منتشر کرده، واکنش نشون داده به زنان ایران، گفته که شما تا همین الان هم با شجاعتتون دنیا رو عوض کردین و از بقیه دنیا هم خواسته که ویدیوهای اعتراض‌های زنان رو در ایران منتشر بکنن تا به این جنبش رو زنده نگه دارن. ببینیم حرفای ملاله یوسفزای. Right now in Iran, teenage girls and young women are leading a movement for liberty. It is every woman's right to choose for themselves. No state, entity or individual has the right to decide what a woman should do with her body and what she should wear and how she should dress. Today I want to say to all the women in Iran, you are already changing the world by speaking out, by showing your courage. We are with you.
We stand in solidarity with you and we will keep your movement alive. To everyone outside Iran, please show your support to the women of Iran as they fight for their freedom. Zan Zindagi Azadi. بله، ملاله یوسفزایی بود، برنده جایزه صلح نوبل، که از زنان ایران اعلام حمایت کرد. ما ترجمه حرفای خانم یوسفزایی رو داشتیم اون پایین، مونتا به دلایل فنی خیلی واضح نبود، که عذرخواهی میکنیم. ویدیویی از غزاله چلاوی یا چلابی هم گفته شده، منتشر شده در اعتراض‌های آمل. به نظر میاد که صحنه بسیار تکان دهنده است. از این ویدیو چی میدونیم؟ جمال، این ویدیو رو من و تو، شبکه تلویزیون من و تو منتشر کرده، از لحظه‌ای که غزاله چلاوی کشته میشه. یعنی ما میبینیم که غزاله داره، الان تصویر خود غزاله رو هم داریم میبینیم، غزاله چلاوی داره فیلم میگیره در آمل، در اعتراضات آمل، و ناگهان میبینیم که دوربینش به زمین میفته و مردم جمع میشن دورش. باید یه توضیح هم بدم که غزاله چلاوی 32 سال داشت، کوهنورد بود، ساکن آمل بود، و 30 شهریور در آمل با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از داخل فرمانداری آمل کشته شد. گفتی آزاردهنده است ویدیو و ممکنه برای خیلی از بینندگان ما آزاردهنده باشه. خیلی تصاویر تکان دهنده ای هست. همطور که اشاره کردی، برای اولین بار شبکه من و تو این رو منتشر کرده. از جمله ویدیوهای جدید، یه ویدیو تازه دیگه هم هست که خیلی مورد توجه قرار گرفته. بله، ویدیوی از رقص مهسا امینی که مادرش توی اینستاگرامش منتشر کرده، و داریم میبینیم که مهسا داره با یک آهنگی از آقای معین میرقصه و این آهنگ رو میخونه. خب 25 شهریور بعد از اینکه به دست گشت ارشاد بازداشت شد، جون خودش رو از دست داد، و درگذشت مهسا یک نماد و سمبولی شد برای اعتراض ها از اون زمان، اعتراض های سراسری که حالا بیشتر از یک ماه شروع شد و نزدیک 40 مهسا هم هستیم. ببینیم این ویدیو رو که مادرش منتشر کرده توی اینستاگرامش. ماشاءالله. چقدر دختر شاد و سرزنده بوده مهسا امینی. ما وقتی که نگاه میکنیم به این روزها، یک موضوع تازه که اون هم خیلی تکان دهنده است مورد توجه قرار گرفته، و برخورد با دانش آموزان هست. حتی در مدرسه ها الان یکی دو تا تشکل صنفی به شدت به موضوع اعتراض کردن. درسته، یکی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیانه که آخرین خبری که ازش داریم اینه که خبر داده علی جلیلی مدیر یک دبیرستان در تهران، دبیرستان کاردانش برادران مظفر، به دلیل اینکه احضار می‌شده به حراست و وزارت اطلاعات، به دلیل فشارهای ناشی از اون جون خودش رو از دست داده. همچنین نگرانی در مورد وضعیت دانش آموزان بازداشت شده همچنان زیاد هست. کانون نویسندگان بیانیه داده و گفته که هجوم نیروهای امنیتی به مدرسه و زندان و ضرب و شتم دانش آموزان فاجعه‌ای فراتر از کشتار معترضان در خیابون هاست. از طرف دیگه حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی ایران، در مراسمی گفته ایران 30 میلیون دانش آموز داره که فقط حدود 1% دارن اعتراض میکنن. گفته 110 هزار تا مدرسه داریم که فقط 50 تاشون اعتراض میکنن. اگر که بخوایم بر اساس همین
آماری که آقای اشتری داده نگاه بکنیم میبینیم که 1% دانش آموزان معترض میشه 300,000 دانش آموز، که حالا گفته کل کسایی که اعتراض میکنن نهایتا 10,000 نفره، ولی خب حالا با این حساب با توجه به آمار خودش فقط اگر که درست باشه فقط 300,000 تا دانش آموز اعتراض کردن. هم خبرهای نگران کننده ای از مدارس میرسه، اینکه برخوردهای شدیدی با دانش آموزان میکنن و خب نگرانی سازمانهای حقوق بشری و فعالان دانش آموزی همچنان هم ادامه داره. خیلی ممنونم از فرین قاسمی. خبرگزاری هرانا از بازداشت حدود 12,500 نفر در جریان اعتراضات سراسری ایران خبر داده. بر اساس این گزارش دست کم 244 نفر هم در هفته‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی کشته شدند، از جمله 32 کودک. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از استانبول ترکیه با ماست. آقای کاظمی، در هفته پنجم اعتراضات هستیم. این اعتراض‌ها اگرچه که گفته می‌شد کمی فروکش کرده، ولی امروز گویا باز هم ادامه پیدا کرده و ممکنه که مثل هفته‌های گذشته در شروع هفته جانی تازه بگیره. درود بر شما. همینطوره که شما گفتید، اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده به دلیل اینکه چیزی تغییر نکرده. یعنی از روز اولی که اعتراض‌ها به علت کشته شدن خانم امینی آغاز شده تا امروز، تنها چیزی که تغییر کرده حجم بیشتر و روزافزون سرکوب، ویدیوهایی که ما می‌بینیم از قساوت و کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی، بازداشت‌های گسترده، برخورد شدید، و از اون طرف می‌بینیم هر چقدر که سپری شده در این 5 هفته، لحن مقامات جمهوری اسلامی و ایستادن بر مواضع خودشون هر روز داره تندتر میشه. همین امروز اگه ما نمازهای جمعه سراسر ایران رو بررسی بکنیم، دوباره همچنان بر همان تبلی میکوبن که حجاب جز ارزش‌های اسلامیه، حجاب قانونه و باید رعایت بشه، ما از حجاب کوتاه نمیایم، و معترضین رو هم تهدید به برخورد شدید کردن. امروز امام جمعه تهران احمد خاتمی که عضو مجلس خبرگان هم هست، حتی گفته بود که به کسانی که شعار می نویسند هم نباید رحم کرد. خب همچنان که در از سوی حاکمیت همچنان بر همون پاشنه قبلی میچرخه، طبیعتاً معترضان هم چیزی به دست نیاوردن از طرف حکومت، وگرنه همین جنبش تا امروز دستاوردهای خارق‌العاده‌ای داشته. اما حکومت عقب نشینی به ظاهر نمی‌کنه، سرکوب رو افزایش میده. طبیعیه که معترضان هم به بیرون بیان، همچنان که میدونیم برای فردا و چهارشنبه فراخوان‌هایی برای حضور مردم در خیابان اعلام شده. بله، ما می‌بینیم که به فراخوان‌ها شما اشاره کردید، در خارج از ایران هم البته اعتراض‌ها در جاهای مختلف ادامه پیدا کرده. کمی اگر از زاهدان برای ما بگید و خصوصا اعتراض‌های اونجا که واقعا بسیار خشم درش زیاده با توجه به جمعه خونینی که سه هفته پیش رخ داد. بله، بعد از اون جمعه خونین که واقعا میشه اسمش رو، من فکر میکنم میشه بهش گفت جنایت علیه بشریت، اتفاق افتاد و هفته های پس از اون، یعنی در این سه هفته طبق چیزی که فعالان بلوچ اعلام میکنن، حد سرکوب و خفقان در بالاترین حد چند ساله اخیر خودش بوده. ما میدونیم استان سیستان و بلوچستان از امنیتی ترین استانهای ایران از نگاه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامیه. اما امروز مجدداً بعد از نماز جمعه‌ای که برگزار شد، معترضان با جمعیت نسبتاً انبوهی دوباره به خیابان آمدند. بلافاصله مقامات امنیتی و انتظامی استان واکنش نشون دادن. علارغم ویدیوهایی که ما میبینیم که جمعیت نسبتاً انبوهه، فرمانده انتظامی استان امروز اعلام کرد که کلن 150 نفر بودن که 57 نفرشون رو بازداشت کردیم. نکته همینه، در تمام کشور هر اتفاقی که داره میفته از رهبر جمهوری اسلامی تا مقامات امنیتی و انتظامی و دولتی سعی میکنن که اعتراضات رو تحقیر کنن،
تخفیف کنن و اونها رو کتمان کنن در واقع. همین اتفاق هم امروز در زاهدان افتاده و نکته مهمیه که علارغم اون کشتار و این سرکوب شدید امنیتی که در استان داره رخ میده، دوباره امروز این اعتراضات اوج میگیره. این میتونه یک شروعی باشه برای هفته ای که در پیش رو داریم و دوباره شاهد اوجگیری اعتراضات در اغلب نقاط ایران باشیم. آقای کاظمی، بعضی از مقام‌های حکومتی حرف از این زدن، خصوصا در قم، که ما یه فضایی رو میایم اختصاص میدیم به معترضان که برن اونجا اعتراض خودشون رو انجام بدم. آیا اصلا جایی برای سازش بین معترضان و حکومت مونده؟ اصلا جدا از این که در مورد همین موضوع هم باز دروغ میگن و یک تبلیغات بی خودیه، به دلیل اینکه همین اگر یه روزی همین فردا اعلام کنن که مثلا بیایید در میدان آزادی اعتراض کنید، اولین شعاری که علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده بشه دوباره آتش گشوده خواهد شد. ضمن اینکه همه فکر میکنم متفق القول به این باور دارن که برای معترضین و برای حکومت هیچ راه سازش و بازگشتی وجود نداره، به دلیل اینکه از همان روز اول اصلا این جنبش جدا از پیشینه 43 ساله‌ای که داره به دلیل قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شده، از روز اول برای دادخواهی یک خون ریخته شده آغاز شده. برای اینکه اون اعتراضات رو سرکوب کنن، بر اساس همین گزارش که شما بهش اشاره کردید، حداقل 244 نفر دیگر رو کشتن. در چنین شرایطی که هیچ نشانه‌ای از عقب نشینی حکومت دیده نمیشه و معترضین دنبال مطالبه اصلی خودشون که به اعتقاد من تغییر قطعی کامل حکومت نرسیدن، واقعا راه بازگشتی نیست. من تصورم اینه که ما همچنان این شرایطی که این یک ماه اندی گذشته در پیش داشتیم ادامه خواهیم داد. ضمن اینکه خب به نظر میرسه حداقل در ظاهر حمایت جامعه جهانی از مردم ایران نسبت به دفعات قبل خیلی بیشتر باشه. بسیار ممنونم از مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از استانبول ترکیه با ما. آمریکا و 33 کشور دیگر عضو ائتلاف آزادی آنلاین اقدامات حکومت ایران برای محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت را محکوم کرده و گفتند که جمهوری اسلامی باید به حق آزادی بیان شهروندانش احترام بگذارد. رابرت ملی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، گفته که حکومت ایران باید به صدای شهروندانش گوش دهد، نه اینکه ارتباط آنها با یکدیگر و جهان را قطع کند. همزمان شبکه خبری CNN گزارش کرده که دولت آمریکا برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره استارلینک در ایران با ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس وارد مذاکره شده. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا با ما هستن. آقای رشیدی، خوش آمدید به برنامه. اول بد نیست کمی بیشتر در مورد این بیانیه بگید، چی میگه به صورت مشخص؟ همونطور که گفتین، در واقع یک مجموعه ای از دولت‌ها هستند که با هدف در واقع حمایت از دسترسی به اینترنت، حق دسترسی به اینترنت و آزادی‌های اینترنتی دور هم جمع شدن و معمولاً روی بحث‌های مانند قطع اینترنت خیلی حساس هستند. خب جامعه آزادی‌های اینترنتی، حالا اگه ترجمه درستی از اینترنت فریدم کامیونیتی بکنم، در واقع خیلی سعی کردن تا دولت‌ها رو در سراسر دنیا در مورد قطع اینترنت که در واقع یک ابزار سرکوب است همه جای دنیا، از جمله در کشور ما ایران، دولت‌ها رو وادار بکنن برای اینکه بتونن در مورد این ماجرا حرف بزنن، شاید به این امید که بشود قوانینی درست کرد در سطح جهانی، بشود سازوکارهایی درست کرد در سطح جهانی که بشه دولت‌ها و کشورهایی رو که قطع اینترنت رو به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنن رو مسئول نگه داشت. از همین جهت این بیانیه صادر شده و اگه شما وبسایت‌های وزارت خارجه‌ها و توییتر حساب‌های توییتری همه این کشورها رو ببینین، خودشون هم تک تک در واقع قطع اینترنت در ایران رو محکوم کرد. ما این طرف اون طرف می‌بینیم که ویدیوهایی منتشر میشه که گویا مثلا ابزارهای دسترسی به اینترنت از طریق استارلینک یا حالا با امکانات اون به ایران رسیده، بعضی از جاها دارن اون رو تست میکنن. الان هم گفته شده که تماس‌های برقرار شده بین ایلان ماسک و مقام‌های آمریکایی. تا چه اندازه، خصوصا از نظر زمانی اگر مد نظر قرار بدیم، امکان همه‌گیر شدن این نوع اینترنت در ایران هست؟
من فکر میکنم یه مقداری دشوار همه گیر شدنش به زودی به دلایل متعدد. اولین مسئلهش این هستش که با وجود اینکه همین الان هم به نظر میاد با این ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، روزنامه‌ای تو ایران گزارش کردن، به نظر میادش چند تا دستگاه، حالا چند تا نمیدونیم، ولی یه تعداد دستگاه دریافت از استارلینک در ایران وجود داره و دارن کار میکنن، اما خیلی خیلی گرون هستن. یعنی اگه گزارش روزنامه‌های ایران رو بپذیریم، یه چیز هول و هوش مثلا $2,000 هر دستگاه داره قیمتش در میاد. بنابراین چیزی نیستش که مردم تو این وضعیت سخت اقتصادی بتونن در واقع از پس هزینهش بر بیان. بنابراین فکر نمی کنه. و همینطور ورودش به ایران، یعنی تا بخواد بره تو اون بازار سیاه، از بازار سیاه بیاد پخش بشه و بعد نگرانی های امنیتی که وجود داره، متاسفانه هیچ نوع راهنمای فارسی زبانی حتی رو وبسایت استارلینک وجود نداره که توضیح بده مثلا شما از کجا میفهمین این دستگاهی که دارین تو بازار سیاه میخرید دستگاه واقعیه و یه دستگاه تقلبی نیستش که شما دارین میخرید، که چطوری میتونین امنیت خودتون رو حفظ کنید در زمانی که دارین از این دستگاه استفاده میکنید. این مسائل باعث میشه که یک سری نگرانی ها پیش بیاد و شاید همه گیریش به اون سرعت نباشه. اما میخوام اینم بگم که استارلینک الزاما مشکل قطع اینترنت در ایران رو حل نمی‌کنه. چیز خوبی هستش، ترویجش، استفادهش قطعا نیاز داریم بهش، اما نباید بهش به چشم این نگاه بکنیم که اگر استارلینک بیاد ما دیگه هرگز مشکلی برای اتصال به اینترنت جهانی نداریم. و در نهایت آیا فراتر از این کشورها میتونن برای مردم ایران انجام بدن که دسترسی اونها به اینترنت رو ساده‌تر بکنن، یا دست کم توان حکومت رو برای انسداد کمتر؟ قطعا میتونن تو همین حوزه استارلینک میتونن در واقع سر همین قیمت تجهیزاتش، ببینید واقعا مبلغ بالایی هستش، در واقع با حمایت هایی که میتونن بکنن مبلغ استفاده از اینترنتش که خیلی بیشتر از این صحبت ها میشه، یعنی بنابراین با حمایت هایی که میتونن بکنن سر حل کردن مسائل مالیش، سر به وجود آوردن یک سری مسائلی که بتونه از نظر امنیت کمک کنه، سر تقویت کردن فیلتر شکن ها، از 4 روز پیش تا الان تقریبا اکثر فیلتر شکن ها تو ایران یا کار نمی کنن یا با مشکل خیلی جدی روبرو هستن، سر در مورد مثلا استفاده کردن از مکانیزم های سازمان ملل، اتحادیه جهانی مخابرات، بنابراین کار خیلی زیاد هست میشه انجام داد. امیدوار هستم که این تمرکزی که روی استارلینک به وجود اومده باعث نشه که ما حواسمون پرت بشه از بقیه کارهایی که میتونیم انجام بدیم و در واقع اون موارد زمین بمونه. ممنونم از امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از تورین ایتالیا با ما. ممنونم از اینکه بیننده بخش‌های خبری ما هستید.